بسم الله الرحمن الرحیم. حدیث لو در باره امام دهم تعبیر خدا اینه: امینی علی وحیی. وحیی که بر 124,000 پیغمبر وحی شده، همه نزد امام دهم، بعد هم به نسل قول خدا امین کل وحی از آدم تا خاتم، امام علی نقی. آیا ما این کلمه رو فهمیدیم؟ خود ما چه معرفتی به امام دهم داریم تا برسه به دیگران؟ متوکل تصمیم گرفت امام را خجل کنه. متوکل عباسی دیدی ملویه رو در سامره ساخته، با اسب میرفت سر اون ملویه، همه رجال مملکت پایون ملویه. دستور داد همه پیاده، اون فقط سواره. امام دهم را کسی دید عرق به پیشانیش نشسته، پیاده در رکاب متوکل راه میره. پرسید حال شما چطور؟ فرمود 3 روز دیگر بیا حال ما رو بپرس، وعدن غیر مکذوب. این بعد که درش راه نداره. شب سوم پسر متوکل رو کش، روز سوم آمد، احاطه اینه. در دوران متوکل امور لشکر به اتراک با گذار بود، رأس و رئیس ترک ها هم بغا بود. این قدرت متوکل امور
همه مفوض به یک ترکی امام فرمود بیا بریم لشگر بغار رو تماشا کن. آمد لشگر تور یکی را به ترکی صدا زد، یک کلمه آهسته فرمود، اون ترک پیاده شد، لبها رو گذاشت روی سم اسب امام دهم، بعد رو کرد بس آم، گفت این پیغمبره؟ گفتن ابدا. نبوت ختم شد. گفتن مگر چه شنیدی؟ گفت یک اسمی مادر من در ترکستان روی من گذاشته بود، از اون اسم غیر مادر و غیر من احدی خبر ندار. این چه احاطه ایست؟ چه توجهی؟ او زاییده میشه در ترکستان، مادر اسم براش میذاره، امام دهم در سامرا از همه چیز خبردار، منتها بی سوادی همه را گرفته، اگر سواد مون این مملکت باید فردا سرابا دستم عظام و ماتم باشه. گفتن اون سهل، اما شناختنش اصعب الامور. امینی علی وحی علی ابن محمد.